دستش زنده ای که میکنه یه حال و هوای دیگه است، ولی امروز هم عالی بود. روح پرستش اینجا بود و مطمئنم که باقی روز ما مبارک و برکت یافته هست عزیزان. آمین و آمین که همینطور قدرت روح القدس و دعای شما مقدسین همراه من باشه امروز تا کلام خدا بی ثمر بر نگرده. باور میکنی که دعای شما چقدر مورد نیاز واعظینه؟ و باور میکنی که مقدس هستین در عیسی مسیح خداوند؟ هیچ ربطی به اعمال ما نداره. آمین. یک کشیش سالمند آلمانی اینطور گفته که جلال خدا همیشه بیشترین درخشش خود رو زمانی داره که تاریکی و ظلمت از همیشه غلیظ‌تره. در واقع این تاریکی و ظلمته که باعث میشه انسان‌هایی که گرسنه و تشنه حقیقتن، گرسنه و تشنه عدالت خدا هستن، درخشش او رو، جلال او رو بطلبن. تقریبا 500 سال پیش تاریکی روحانی غلیظی تمامی آلمان رو فرو گرفته بود، زمانی که مورخان اسم این دوره رو عصر تاریکی میگذاشتن و معروف بود به این عصر. در این دوران کلیسا از نظر روحانی تباه شده بود و هیچ قدرتی نداشت و مثل غولی بود که در خواب فرو رفته بود. و کتاب مقدس هم در این عصر تاریکی فقط در انحصار اربابان کلیسا بود و آنها اینطور به مردم القا می‌کردن که کلام خدا سرشار از رمز و راز و کسایی که نو ایمانن، ساده‌ان، عوامن، اصلا نمیتونن اینو بفهمن و فقط باید کلام خدا رو متخصصین و روحانیون تفسیر و تأویل کنند. برای همین کلام خدا در دسترس هیچ کس نبود. در این عصر شب و ظلمت بود عزیزان که بلاهای مخوفی هم مثل وبا، تیفوس، طاعون، زلزله، سیل مردم اون دوران رو بیچاره و درمونده کرده بود و از اونجایی که این مردم به خدا دیگه وصل نبودن، متوسل جادو و جنبل و خرافات شده بودن و کلیسا هم که قدرت دستش بود هر بار این مردم درمانده رو به خاطر اینکه میگفتن شماها و گناهان شما باعث شده که غضب خدا و تاریکی خدا اینجوری فرو بریزه، برای همین افرادی که مخالف کلیسا بودن در آتش می‌سوزوندن و همینطور به جادو جنبل محکومشون می‌کردن. و موردی که در این عصر تاریکی خیلی فزاینده و شدید بود و تاریکی این دوران خیلی غلیظ‌تر کرده بود، مردی بود به نام یوهان تتزل که در این زمان از جهل و ترس مردم سوء استفاده خیلی شایانی میکرد. شهر به شهر مسافرت میکرد و جیب مردم رو خالی میکرد، چون خودش آمرزشنامه‌ای آماده کرده بود و اینطور میگفت به مردم که بیایید از من بخششنامه بگیرید تا گناهانتون آمرزش پیدا کنه. نه فقط گناه‌های الانتون، بلکه حتی اگه قصد دارین گناهی رو مرتکب بشین، اگه این بخششنامه رو بخرین گناهانتون رفع میشه. و نه فقط برای خودتون، برای عزیزانتون که دار فانی رو فدا گفتن، شما میتونین با این بخشایش، با خرید این بخشایشنامه، این مردگان بیچاره رو که در جهنم دارن زجه میزنن وارد بهشت کنید. میتونی تصور کنی که ظلمت روحانی دنیای اروپایی رو فرا گرفته بود. در این همه ظلمت بود که عزیزان نور جلال خدا، خدایی که در تاریکی نور رو اعلام میکنه، نور جلال خدا در قلب مرد جوانی به نام مارتین لوتر طلوع کرد.
شروع به تابیدن کرد. لوتر زمانی که در یک صومعه اگوستینی بود، همونطور که مشغول کلام خدا و به احتمال زیاد دعا بود، با آیه برخورد کرد که این آیه سه بار در عهد جدید اومده، در رومیان باب 1، در غلاطیان باب 3، در عبرانیان باب 10 و دوبارم تو عهد عتیق، که عادل به ایمان زیست میکند. وقتی که مارتین لوتر در این آیه تفکر میکرد، تعمق میکرد و این آیه رو، اون هست مرکزی رو، اون چیزی که خدا داشت میگفت درک میکرد، فهمید، به قول الهی دانا برای اون رما شد، قلب او لبریز از شادی شد. ای خداوند، پس ما حقیقت اینه، ما نجات دهنده ای داریم که هر کس که به او فقط ایمانی ساده بیاره، نجات رو، یک نجات ابدی، امنیت ابدی رو دریافت میکنه. نه فقط نجات، بلکه محبت آسمانی، این عطیه به او عطا کرده میشه و او در حضور خدا عادل زیست میکنه، بی گناه، مثل کسی که هیچ گناهی نکرده. یعنی تمام گناهان گذشته، حال، آینده او، و هر کس که به او ایمانی ساده بیاره، در خون عیسی مسیح، عزیزان، فقط در خون عیسی مسیح، نه در خرید آمرزشنامه، نه در انجام دادن اعمال صالحه به اضافه، فقط خون عیسی مسیح به اضافه یه صفر، یه هیچ عظیم آمرزش پیدا میکنه. در اون زمان آتشی در قلب لوتر افروخته شد که نور این آتش تمامی اروپا رو، دنیای غرب رو فرو گرفت و دیگه هرگز تا امروز دنیای غرب به چنین زلالت، فلاکت و تاریکی مبتلا نشده. از اون وقتی نگاه میکنیم در عصر حاضر هم به نوعی اندکی متفاوت، تاریکی دوباره نه تنها جهان غرب و بلکه بر تمامی دنیا سایه افکنده. انسانگرایی میبینیم به اوج خودش رسیده. داریم میشنیم تروریست های تندرو و افرادگرا همینطور دارن در جهان رشد میکنن و سازماندهی داده میشه. زمین لرزه، سیل، اتفاقات جوراجور، اپیدمی که 3 سال درگیر شدیم و بیشتر از همه و فرسایش خطرناکتر و فرسایش دهنده تر از همه این گرمایش زمینه، شدت گرمایش زمینه که داره به انقراض بشریت می انجامه، موجودیت بشر رو داره به خطر میندازه و سقوط اخلاقی حتی در کلیساها چطور رخنه میکنه. بسیاری در کلیساها، عزیزان، شاید روی این صندلیا نشستین ولی مثل پسر گم شده در مسیح هستن. قلب اونا از مهر و محبت پدر دوره. بی تفاوتی، عزیزان، و سردی به نجات گم شدگان، کار نجات، همینطور رو به افسایشه. وقتی نگاه میکنیم تمامی تلاش‌های انسان فقط معطوف آسایش خودش شده، منافع و مصالح خودش شده، رفاه شخصی خودش شده، و در این اثنا متاسفانه واعظینی بلند میشن که با موضوعات دلپسند و هیجان انگیز که فقط دارای منافع زودگذره و قلقلک‌های روحانی تولید میکنه، مثل تم ثروت، آرامش، شادی، پیروزی، در 10 تا نکته این کارو بکن تا به این چیزا برسی، و اینطور میشه که جامعه روز به روز سودپرست‌تر و کلیساها به طرف مصرفگرایی سوق پیدا میکنن. این یک فاجعه است، عزیزان، یک تاریکیه برای نسل ما، نسلی که وقتی تو رسانه‌ها میری چقدر موزیانه دارن متفکران مثبت تولید میکنن و این تفکرات مثبت و طرز فکر مثبت رو دارن همینطور به مردم القا میکنن. اگه میخوای زندگی خوبی داشته باشی فقط این کارا رو بکن، 10 تا نکته، 20 تا نکته، 7 تا نکته، تا زندگی خوبی داشته باشی، در آرامش باشی. و این تفکرات مثبت، عزیزان، باعث شده
که کلیسا در بسترهای بی‌تفاوتی و سردی دنیای گم شده لم بده. به قول یه نفر همه چیز آرومه، خوب بلدیم، من چقدر خوشبختم نیست؟ من هرگز شادی و امنیت و خوشبختی رو عزیزان رد نمی کنم، چون چشیدم که شادی و امنیت حقیقی واقعی جوهر پیام انجیله. وقتی که ما ایمان میاریم عزیزان، تولد تازه پیدا میکنیم، اولین چیزی که تجربه میکنیم شادی نجات، شادی تقدس، شادی مشارکت با خدا. آسمونی که بسته شده بود، واقعا بزرگترین شادی زندگی من تو اون لحظه که تولد تازه داشتم این بود که خدایی که فکر میکردم چقدر دوره، چقدر باید نمازهای صد رکعتی بخونم، الان شده بابای من، آبا، پدر. شادی صلح و آرامشی که با خدا و دیگران داری، شادی خدمت، اینو شادیهای حقیقی و ریشه‌ای در عیسی مسیح خداوند. ولی منظورم اینه، نه اینکه فقط متمرکزه چیزهایی بشیم که موقتاً ما رو آروم و شاد میکنه مثل یه مسکن. نتایج منفی که این چیزهایی که مواردی که گفتم تولید میکنه که کلیسا رو از اون ماهیت اصلیش که نور و نمکه برای این دعوت شدیم نیست، دور نگه میداره. همینطور اشاعه این چیزهایی که مواردی که گفتم یک طرز تفکر زیرکانه در کلیسا به وجود میاره، به خصوص در کلیسا که مرکزیت صلیب نادیده گرفته میشه. مسیحیت بدون صلیب، مسیحیت بدون شاگردی، مسیحیت بدون بها، مسیحیت بدون پاسخگویی، مثل زمان اعداد که در باب آخر کتاب اعداد بدترین عصر تاریکی بود، هر کس هر کاری که دلش میخواست میکرد، در حالی که وقتی زندگی عیسی مسیح رو نگاه میکنیم همه چیز در زندگی عیسی داره به صلیب اشاره میکنه، به وسیله صلیب و صلیب دردناک، ناخوشایند و خار بود که ما به فیض خدا مجاناً عادل شمرده شدیم. اینجا یک آمین حسابی داره یا نه عزیزان؟ بهایی که عیسی پرداخت برای آشتی و صلح ما با خدا و دیگران تا از ما شاگردانی بسازه، هدف این بود عزیزان. و بهای او رو بدون هیچ حاشیه‌ای، بدون هیچ تخفیفی، خیلی سریع در لوقا باب 9 آیه 23 بیان کرده، به همه گفت کسی که بخواهد من رو پیروی کند میباید نفس خود را انکار کرده، صلیب خود را هر روز بردارد و مرا متابعت کند. نه فقط هدف از نجات این بود که ما صلیب رو حمل کنیم تا یه شاگردان حقیقی، پیروان حقیقی باشیم، بلکه هدف او در مرحله بعدی این بود که از ما یک رسول بسازه. آمین؟ یعنی عیسی ما رو بفرسته، یک رسول بسازه، کسی که توسط او دنیای گم شده و در هلاکت فرو رفته به سوی خدا بیان. یعنی از ما عزیزان این پاگون با ارزش روی شونه های ما بذاره، مثل پتروس صیاد جان ها بسازه. آمین. ما نجات یافتیم عزیزان تا خدمت کنیم، به ما کمک شده تا به دیگران کمک کنیم، باز خرید شدیم به خون گرانبها و پربهای بره خدا، نه املاک و پول و اعمال صالح و نقره و طلا، به خون عیسی مسیح خداوند، تا دین خود رو به این دنیایی که مسیح رو نمیشناسن ادا کنیم. آمین. آزاد شدیم از گناه و مرگ ابدی تا با دیگران این آزادی رو تقسیم کنیم. آمین. مارتین لوتر وقتی با جسارت در برابر تاریکی قرون وسطایی ایستاد، در کلیسا تکفیر او اعلام شد، یعنی او کافر، طغیانگر اعلام شد و کلیسا رانده شد. نیست؟
بها. و شهروندی او عزیزان بعد از مدتی تمامی حقوق شهروندی او از او گرفته شد. او هیچ چاره ای نداشت به جز اینکه از ولایت خود، شهر خودش فرار کنه و در یک شهری به طور پنهانی مخفیانه زندگی داشته باشه. ولی در این زمانهایی که زمان تاریکی جان مارتین لوتر بود، او پاهاش به عقب برنگشت. در این زمان بود که او انجیل رو به زبان آلمانی ترجمه کرد عزیزان، تا انجیل فقط در انحصار علمای دین نباشه، بلکه کتاب مقدس در دسترس تمامی انسانهایی که نجات یافتن باشه. میتونیم متوجه بشین چه بهایی پرداخته شده. اگه کلیسایی وجود داره عزیزان، کلیسای زنده‌ای روی شونه های کسایی بنا شده که وفادار بودن به صلیب، مثل عیسی مسیح صلیب خودشون رو حمل کردن و دست خودشون رو به شخ زدن دراز کردن و عقب هرگز بر نگشتن. هفته پیش پاستوری از سازمان اوپن دورز اومده بود، امیدوارم گوش کرده باشین. در واقع الهام این عزیز بود که امروز من دارم این موعظه رو میکنم، برام خیلی راحت تر بود، چیزایی که خیلی عمیق‌تر دارم تجربه میکنم میخوام امروز موعظه کنم، مثل اعتماد و وفاداری خداوند، چون از بشارت یه مقدار دور شدم. آمین که خدا اول کمک کنه اینو خودم زندگی کنم. او راجع به دو کشیش صحبت که به نام هایله و کیفلو، یادتون عزیزان که 20 سال فقط برای اعلان انجیل در زندان افتاده بودم با داشتن زن و چندین بچه، زندان‌های مخوف آفریقا. از مریم و مرضیه صحبت کرد که 3 سال 20,000 تا انجیل رو در تهران پخش کردن. میتونیم متوجه بشیم. و بعد در آخر تو زندان افتادن. در زندان هم پای اونا به عقب برنگشت، بلکه خودشونو به جلو کشیدن، خودشونو به سوی هدف کشیدن. افرادی که در زندان بودن تسلی و محبت و پیام انجیل رو از این دو عزیز شنیدن. تمام عزیزانی که صلیبشون رو هم کردن، مثل عیسی، مثل پدران ایمان ما عزیزان، وقتی شروع کردن هرگز و هرگز به فکر بازگشت نیفتادن در هیچ شرایطی. آمین. تمرکزاتون عزیزان به منه. در پرواز نقطه‌ای وجود داره که به نام نقطه بدون بازگشته. وقتی هواپیما به این نقطه میرسه، یعنی ذخیره سوختش به نقطه‌ای میرسه که دیگه هرگز نمیتونه بازگشت کنه و هیچ راهی نداره این هواپیما به جز این که به جلو حرکت کنه و به مقصد برسه. یکی از بدبختی‌های نسل ما ایمانداران اینه که خیلی زود برمیگردیم. زود برمیگردیم. با یه هلپوکی، با یه بهانه‌های عزیزان، در حالی که اگه کسی کمی بیشتر عزیزان در بین ما، همه ما کسایی که به ایمان آوردیم به عیسی مسیح، کمی بیشتر استقامت داشتیم، کمی صبورتر صلیب خود رو حمل می‌کردیم عزیزان. خیلی وقتی که دارم اینو یاد میگیرم، وقتی با رغبت صلیب خودم رو حمل میکنم و هنوزم دارم روش کار میکنم، وقتی با رغبت صلیب خودم رو حمل میکنم، صلیب هم منو حمل میکنه و به جلو میبره. اگه کمی بیشتر عزیزان در کلیسا افرادی بودن، اعضایی بودن که از بازتاب ابدیت به سختی ها و تجربه ها نگاه میکردن، اگر کمی بیشتر به خاطر محبت عیسی مخاطرات رو متحمل میشدیم، کمی بیشتر کلیسا نور و نمک میشد. شخصی میگفت اندازه بزرگی یه ایماندار رو میشه موقعی سنجید که ببینی با چه چیزی او رو متوقف میکنه. اندازه بزرگی یک مسیحی رو با چیزی که او رو متوقف میکنه میشه سنجید. امروز هم عزیزان مثل قرون وسطا چشمای خداوند داره در تمامی جهان تا
تردد میکنه تا پیروانی پیدا کنه عزیزان که بیشتر از هر چیزی در زندگیشون عدالت و ملکوت او رو بطلبن، تا یک بار دیگه بیداری روحانی رو تک تک ما تجربه کنیم. آمین عزیزان. و وقتی در طول تاریخ به کلیسا نگاه میکنیم، میبینیم ریشه بیداری روحانی، ریشه هر اصلاحاتی که انجام شده در هر زمینه‌ای فقط و فقط در خاک دعا بوده و هست. باور میکنین عزیزان؟ مسیح قبل از اینکه به شاگردان دستور بده بریم به امت‌ها موعظه کنین، در لوقا باب 24 گفت در اورشلیم بمانید تا قوت حضرت علا بر شما بیاد. اونا در حضور خدا موندن عزیزان تا قوت روح القدس به اونا شفقت و دلسوزی مثل عیسی داد برای گمشدگان. در حضور خدا ماندن تا شجاعتی موافق طبیعه برای اشاعه انجیل پیدا کردن. یا متی باب 9 آیه 36 عیسی مسیح خداوند می‌فرماید، یعنی متی از زبان عیسی مسیح میگه، از تصویری که دیده میگه، چون جمع کثیری رو عیسی مسیح دید دلش بر ایشان سوخت، دید و دلش بر ایشان سوخت، چون گوسفندان بیشبان بودن، پراکنده، پریشان حال و درمانده. آنگاه به شاگردان خود گفت، عزیزان حساد فراوانه، حساد فراوانه، لیکن عمل کم، پس از صاحب حساد بخواهید، استدعا کنید، استغاثه کنید، دعا کنید تا برای شما خادم بفرسته. خادمینی سرسپرده کمر بسته. آمین. و میگه حساد فراوانه. عزیزان چه تصویر زیبایی عیسی مسیح به ما میده وقتی این کلام رو میخونیم. همیشه این کلام منو به وجد میآورد، از همون موقع که دو سه ماهه ایماندار بودم. یک تصویری به تو میده از کشتزارهای لبریز، از محصولهای گندمهای رسیده و سرطلایی که آماده است. خداوند نمیفرماید برین بذرافشانی کنید، که درباره برداشت محصول داره صحبت میکنه. آمین. درباره آینده حرف نمیزنه، درباره زمان حال حرف میزنه، درباره حساد دیروز حرف نمیزنه، بلکه در مورد حساد امروز حرف میزنه. آمین. یوحنا، انجیل یوحنا باب 4 آیه 35 خیلی رساتر و قویتر اینو میگه. آیا شما نمیگویید، به شاگرداش میگه، 4 ماه دیگه موسم حساده؟ آیا اینو نمیگین موسم دروه؟ اینک به شما میگویم، اینک من به شما میگویم، چشمای خود رو بالا انداخته، چشمای خودتون از اون مشکلات، از اون درگیریایی که دائم و تموم نشدنیه بردارین، چشمای خودتون رو بالا بیافکنین و مزرعه ها رو ببینین. همین الان چشمای بصیرت ما باز شه در نام عیسی مسیح و مزرعه ها رو ببینیم، زیرا که همین الان به جهت درو سفید شده. عزیزان عده زیادی از گمشدگان هستن که یقیناً و به طور حتم شهادت خیلی شنیدم، انتظار اینو میکشن که درو بشن، برداشت بشن قبل از اینکه طوفان بیاد. عزیزان نه فقط برداشت بشن، در انبارها جاسازی بشن، در رمه خداوند، گله خداوند گذاشته بشن. و خداوند میگه دعا کنید، دعا کنید، استغاثه کنید تا خداوند خادمین سرسپرده و کمربسته برای برداشت محصولی که آماده است بفرسته. دعا کنین عزیزان، دعا کنین. چرا؟ چون ریشه های بشارت فقط و فقط در وهله اول در دعا نهفته هست. آمین؟ آمین عزیزان. نه به قوت، نه به قدرت، بلکه به روح خداوند، به جرأت. دنیای ما عزیزان، میلیون ها نفر دارن به سوی هلاکت ابدی میرن، تنها امید برای اونها عیسی است
و کلیسایی که با دعا و شفاعت شعله های بیداری روحانی در خودش و دیگران برمی افرازه. وقتی نگاه میکنیم در طول زمان، هر وقت که نور بر تاریکی غلبه کرده، حقیقت بر دروغ پیروز شده، تنها و تنها به وسیله دعا و شفاعت زنان و مردان دعا بوده. و در این زمان وقتش عزیزان که کلیسا بیدار بشه. آمین. و با قدرت سلاح دعا، با تنفوش دعا مجهز بشه. وقتی که کلیسا اینطور میشه، هیچ دیکتاتوری عزیزان، هیچ دشمنی، هیچ دیکتاتوری نمیتونه بر این کلیسا غلبه پیدا کنه. آمین. هیچ کس توان ایستادگی در مقابل کلیسای دعاگو، کلیسایی که در دعا ایستاده، نمیتونه ایستادگی کنه. عیسی به شاگردان گفت حساد فراوانه، لیکن خادم شایع انجیل چه بسیار کمه. پس از صاحب حساد بخواهین تا خادمین سرسپرده بفرسته. عزیزان امروز ما به واعظین بهتری نیاز نداریم. آمین. بلکه به دعا کنندگانی بهتر نیاز داریم. من اهمیت موعظه رو نمیخوام خار بشمرم. موعظه یک اصل مهم و برجسته است برای حیات کلیسا. مخصوصا شنیدن صدای زنده کلام خدا چقدر میتونه بیداری و قدرت به کلیسا منتقل کنه. ولی میخوام بگم عزیزان، شیطان از مطالعات ما، خدمات ما، برنامه های ما که دائما میریزیم برنامه های نو، موعظه های بدون دعای ما هیچ ترسی نداره. این خیالش کبریت بی خطره. او روی زحمات ما میخنده و حکمت ما رو به مسخره میگیره. اما زمانی که به عنوان یک بدن در سنگر دعا با همدیگه در یک جهت میستیم، عزیزان قلعه او، مشورت های او به زیر میفته. آمین. شیطان و دار و دستش به لرزه در میان. جالبه که شاگردان به عیسی نگفتن موعظه کردن رو به ما یاد بده، نیست؟ دعا کردن رو به ما بیاموز. عیسی مسیح خداوند رمز دعای مقتدرانه رو به شاگرداش یاد دادم. متی باب 6 آیه 6، چون دعا میکنی به حجره خود داخل شو، در رو بسته پدر خود رو در نهان باش ملاقات کن، عبادت کن، باش حرف بزن، رابطه من و تویی برقرار کن. چون من و تو عزیزان به عنوان کلیسا قبل از هر چیزی وقتی در اون خلوتگاه دعا میکنیم و ملاقات زنده داریم، دلسوزی عیسی، شفقت عیسی در ما قرار میگیره. آمین. و شجاعتی موافق و طبیعی پیدا میکنیم برای اینکه انجیل رو اشاعه بدیم. میگه در دعا بودن، مکانی که در دعا بودن به لرزه در اومد، به حرکت در اومد و اونا از روح پر شدن و کلام رو با شجاعت گفتن. کجا بود عزیزان؟ در دعا. بزرگترین نیاز نسل امروز ما اینه که با رحم و شفقت دنیا رو و گم شده ها رو نگاه کنیم و درک کنیم که انسانی که نجات نداره عزیزان گم شده است. مطمئن باشین که جدای ابدی و جهنم در جای انتظار اون میکشه. سرنوشت ابدی او جدای همیشگی از خداست. من نمیدونم چه حسی دارین، کسایی که دوستش دارین، مادرتون، خواهرتون، خانوادتون، واقعا چقدر براش فکر میکنین، چه کارایی میکنین که در آسایش و آرامش باشه. ولی همینطوری خیلی راحت میفرستینش به جایی که نباید، برای او ساخته نشده. خدا فیض ببخشه عزیزان که تأملات روحانی عمیق‌تری در اون خلوتگاه خودمون راجع به محبت خدا نسبت به دنیای گم شده و جدایی ابدی گم شدگان داره. قبل از اینکه صبح طلوع بشه عزیزان، عده زیادی وارد جهنم میشن. نمیدونم چه حسی دارین.
حداقل راجع به کسایی دوستش دارین فکر کنین. چه تضمینی هست که اونا زنده بمونن تا یه روز دیگه، دو روز دیگه؟ برای همگی ما همینطوره. دعای من در این روزها اینه که خداوند بی تفاوتی ما رو ببخش نسبت به دنیای گم شده. خداوند سردی و بی تفاوتی کلیسا رو ببخش. آمین. و شاید عزیزانی هستن که بی تفاوت نیستن در بین ما، خیلی هم مشتاقن، ولی انقدر در زندگی شخصیشون نیازمندن، درماندهن، که الان وقتی موعظه های این چنین رو میشنوم، به قول یه شاعری که نمیدونم اسمش چیه، تو دلشون میگن ما کجا، عالم اندیشه کجا؟ نیست؟ شاید اینو میگن. و افرادی هم هستن که مشتاق هستن، ولی هنوز وقتی موعظه ها رو میشنوم خودشون رو برای خدمت بشارت کافی نمیبینن. میگن کیه؟ کیه که کافی باشه؟ ما کلام بلد نیستیم، ما هیچی نمیدونیم، چی بریم بگیم؟ خودشونو خیلی کوچیک میبینن. عزیزان حق داریم، کلام خدا میگه کیست که برای امور خداوند، کارهای خداوند کافی باشه؟ هیچ کدام ما حتی اگه 40 سال ایماندار باشیم کافی نیستیم. کفایت ما فقط و فقط از عیسی مسیح خداوند میاد. آمین. هیچ کس برای این امور کافی نیست. وقتی در دعا با مسیح عیسی که بزرگترین مبشر و شفیع بود، در دعا یک میشیم عزیزان و نزد او میبریم این ضعفامونو، این چیزایی که ناکافیه. او مثل 2 ماهی و 5 نان که انقدر کم بود متبرک اعلام میکنه، برکت میده و میفرسته. و خداوند امروز میخواد عزیزان توانایی اندک ما رو، شجاعت کم ما رو، شرایط ضعیف ما رو، جسمی ما رو. خیلی پناهندن، مخصوصا توی هامبورگ، خیلی ها واقعا انقدر فکرشون مشغول، انقدر پیچیده است زندگی هاشون. فقط خداوند اینا رو درک میکنیم، میگه همینا رو نزد من بیارین. از نظر جسمی ضعیفن، ناتوانن، ایماناشون کوچیکه. خداوند میگه نزد من بیارین، تمام منابع ناچیز خودتو نزد من بیارین. عیسی خودش گفت نزد من بیارین، نیست؟ و امروز میخوایم دعا کنیم عزیزان. میخوایم هر کسی که این کلام با قلبش حرف زده و هر جایی که دارین عزیزان میشنوین، از هر رسانه‌ای که دارین میشنوین، یه قدم بردارین، قدم ایمان. اگه این کلام با قلبتون حرف زده، اگه مشتاق نیستین، سردین، بی تفاوتین، همینم نزد خداوند بیارین در دعا. بیاین جلو عزیزان، میخوام دعا کنیم و دعوت میکنم برای دعا، برای جلو. و میخوام یه چیز کوچیکی رو بگم که خیلی مشکل میبینم موقعی که واعظین و پیام آوران دعوت میکنن به جلو عزیزان، برای دلگرمی و افتخار خودشون نیست، برای منیت خودشون نیست. وقتی میگن بیاین جلو، بلکه وقتی که پیام آور شما رو به جلو دعوت میکنه عزیزان، و وقتی شما با فروتنی، داوطلبانه لبیک میگین و قدم برمیدارین، انگار که یه جور زیر اقتدار عیسی و کلام او قرار میگیرین. انگار با این قدم برداشتن میگی من میخوام این مسو، من این توانایی رو میخوام، من این شفا رو میخوام، من این آزادی رو میخوام. عزیزان در سرتاسر اناجیل عیسی نرفت دنبال افراد، افراد میامدن نزد عیسی و رسولان. جایی هم که گفتن عده زیادی گرسنه ما هیچی نداریم، گفت بیاری نزد من اون 2 ماهی و 5 نانو. وقتی یه مادری اومد پریشان، پسر من دیو زده است، گفت بیاری نزد من تا شفا بیابن. عزیزان هر برکتی، هر برکتی زیر چتر اقتدار نام عیسی مسیح، وقتی داوطلبانه و با فروتنی جلو میای. آمین. دعا میکنیم، چشمای خودمون رو میبندیم و اعلام میکنم عزیزان که به جلو بیاین برای دعا. نه همینطور فکر کنین که الان چون اینو گفتم، اگه کلام با قلبتون حرف زده، اگه یه جرقه کوچیکه تو قلبتون واقعا خالصانه، کسایی که خیلی مشکلات دارن در زندگی، اصلا با این عوالم خیلی دورن،
ذهنشون. اینم خداوند میگه بیارین نزد من، بیارین نزد من. خداوند خادمین رو چشماش میجویه در بین ما. آمین. بیاین جلو عزیزان، میخواییم دعا کنیم. آمین. در هر قسمتی اگه ضعفی هست، اگه کفایتی نیست، اگه کمبودی هست، امروز میخواییم نزد عیسی بیاریم، نزد عیسی بیاریم. اگر نظر روحی روانی اینقدر فشرده است فکر ما، یه موقعهای افراد اینقدر در طول شب گفتمانهای ذهنی رویاهای آشفته میبینن که صبح دیگه هیچ توانی ندارن، بعضی اینقدر در ترس و ناامنی هستن، در کشوری که تازه اومدن، تا کشوری که هیچ پا نگرفتن، جون نگرفتن، همین چقدر میتونه تنش برای عزیزان به وجود بیاره. زبان بلد نیستن، خونه ندارن، پاس ندارن، الان من چجوری برم بشارت بدم؟ عزیزان امروز خدا قادره با روح خودش تو رو ملبس کنه. میگه هر کی که به دنبال من و ملکوت منه، من برای نیازهای او فکر میکنم. و امروز خدا میخواد این ایمان رو به تو منتقل کنه. ای خدا، و امروز نزد تو میاریم خدا من. اول از همه عدم اشتیاقمون رو برای دعا نزد تو میاریم. رازگاه های خرابمون رو خدا من، شکستمون رو که مدت هاست شاید توش نرفتیم و هر دفعه که تو این خلوتگاه نمیریم سختر برامون میشه، خدا من نزد تو میاریم، نزد تو میاریم. عدم شفقت و دلسوزی خودمون رو نزد تو میاریم ای خداوند. بی تفاوتی های خودمونو ای خداوند نزد تو میاریم. زنجیرهای بستگی در روح و جان خودمونو، جسم خودمونو نزد تو میاریم خداوند، که اجازه نمیده مقام رفیع خودمونو در مسیح بشناسیم و این سردی و بی تفاوتی رو مثل ویروس به دیگران منتقل میکنیم. خداوند نزد تو میاریم، جلوی پاهای تو میریزیم خداوند. هر اون چی که ما رو انقدر مشغول کرده، فکرای ما رو، جان ما رو درمانده کرده خداوند، انقدر درمانده و پریشان حال میشیم که دیگه دلسوزی برای مردم درمانده و پریشان حالی که مسیح ندارن نمیتونیم داشته باشیم. خداوند افکارهای پریشان خودمون رو نزد تو میاریم، نزد تو میاریم ای خداوند. تمام آنچه که جدا ساز ماست و این برنامه عظیم تو برای زمانهای آخر نزد تو میاریم ای خداوند. جلوی پاهای تو میریزیم ای خداوند. تو عزیزان تو میبینی خداوند، تو عزیزان تو، تنگی عزیزان تو، عدم کفایت عزیزان تو، مشکلات عزیزان تو خداوند، چیزهایی که شرایط اونا رو سخت و پیچیده کرده میبینی خداوند. میخوام در ایمان احساس میکنم خداوند میگه بدین به من، بدین به من، با ایمان بدین به من. نزد تو میریزیم خداوند رابطه های شکسته، خراب، ترسا، ناامنیا که هیچ کاری نمیتونیم براش بکنیم خداوند، نزد تو میاریم، نزد تو میریزیم. و خداوند میخوای محبت تو رو دریافت کنیم، نیکوی تو رو دریافت کنیم، شفای تو رو دریافت کنیم با ایمان خداوند. دلسوزی تو رو، شفقت تو رو، افکار پاک تو رو، ذهن مقدس تو رو خداوند، اون دلسوزی و رحم تو رو میخوام دریافت کنیم در این زمانهای آخر، برای محصولی که آماده است و برای تک تک ما ای خداوند. ایمان دارم که تو برنامه‌ای داری که نه فقط شاگرد باشیم و که رسول تو باشیم، سفیر تو باشیم ای خداوند. دعا میکنم که در نام عیسی مسیح هر خواب آلودگی، چون کلام تو میگه به اسلحه نور ملبس بشیم خداوند، به تنپوش دعا و شفاعت ملبس بشیم، هر لباس خوابی که به جای این تنپوش رزم سربازی برای عیسی مسیح در تن ماست به زیر بیفته در نام عیسی مسیح، تا تک تک ما چون سفیرانی در روح انجیل تو، قوت انجیل تو داخل شیم و در هر شرایطی مثل یک سفیر سخن بگیم ای خداوند، تا محصول زمان آخر تو برداشت بشه خداوند و در انبارها جاسازی بشه خداوند، قبل از اینکه طوفان برسه، قبل از اینکه خداوند جدای ابدی برای عزیزانمون خداوند تجربه بشه ای خداوند.
عزیزان تو خداوند میبینی، روح تو بر اونا قرار بگیر، هر چیزی که کج و موج خداوند واقعا کلام تو براشون قامز بوده، سنگین بوده، خداوند نوبت تو روح القدس که قلبها رو لمس کنی، که عزیزان خداوند به کلام تو، به تو ای شاه شاهان لبیک بگم، به این دنیایی که در تاریکی فرو رفته خداوند، منتظر تک تک مایانه خداوند، روح بشارت، روح تبشیر بر من خداوند، روح بیداری بر من ای خداوند، روح شفاعت عمیق‌تر بر من ای خداوند، بر من ای خداوند، روح محبت خداوند، محبت تو که کار تو رو انگیزه و محرک میده و قدرت میده که جلو بریم خداوند، بر من و مایان قرار بگیره، چون در نام عیسی مسیح خداوند دعا کردیم و هر زنجیری که به دست و پای ماست که ما رو فقط دور خودمون میچرخونه خداوند، این روحی که در زمانهای آخر داره بی تفاوتی و سردی و تفکرات مثبت فقط جلال صلیب رو به ما القا میکنه خداوند، فرو بریزه خداوند و تک تک ما مثل یک سربازانی به تو لبیک بگیم، چون در نام عیسی مسیح دعا کردیم و کلیسای خداوند، عزیزای خداوند، محبوبای خداوند، مقدسین خداوند، سفیران خداوند بگن آمین. همینطور که ایستادیم میخوایم این سرود یک بار دیگه